خب آماده شد به تو هم میدی. سلام میکنم به روی ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستیم با یه کتلت خوشمزه. همینطور که میدونید کتلت یکی از غذاهای ایرانیه که طرفدار زیادی داره و در اقصا نقاط کشورمون به طرق مختلف طبخ میشه. کانالمون یک مدل کتلت رو آموزش دادیم. امروز کتلتمون یه مقدار منحصر به فرد تره و اونم حالا اگه این قورباغه گذاشت. خیلی خوب آماده شد به تو هم میدی. یا خروس نمیذاره یا قورباغه نمیذاره. اتفاقا الان داشتم واقعی عدودی میگفتم که وای یکی نمی بارون داره میاد یه ذره محل خلوت و فلانه. ولی سر صدای بچه های کم شده این ارزندام میکنه. خلاص این هم از داستان قورباغه خونه ما. بریم ادامه. خب این کتلت ما قدم میگیره. کتلت ما کتلت بادمجونه، یعنی به جای سیب زمینی رنده شده از بادمجون استفاده میکنیم. حالا طریق مصرفش رو با هم میبینیم. فعلا بریم ببینیم موادمون چیه. اینجا من 300 گرم گوشت چرخ کرده دارم. برای شما فرق نمیکنه چه گوشتی باشه. اگرم عزیزان گیاهخوار هستن میتونن از سویا استفاده کنن. یه پیاز متوسط دارم، یه دونه تخم مرغ، یه قاشق نون پودر نون سوخاری، ادویه هام هم پودر سیر، پاپریکا، پول بیبر یا فلفل قرمز، فلفل سیاه، زردچوبه و یه کمی هم سماق و یه دونه بادمجون دارم. تقریبا هم وزن گوشتمون هست. حالا بریم که اینا رو آماده کنیم. ابتدا من یکم نمک میریزم داخل این کاسه که آب گذاشتم که بدونید مال چیه. این کاسه آب رو گذاشتم دم دستم چون بادمجون رو که رنده میکنم میریزم داخل این که سیاه نشه. بادمجون رو من پوست میگیرم و با رنده درشت این میخوام رنده کنم. دوستان در مورد دستم که یه بار صحبت شده بود که گفتم که همیشه میگفتید سوخته و فلان و اینا، که من هر دفعه تک تک توضیح میدادم واسه شما عزیزان نگران بودید و از همینجام تشکر میکنم بابت این قضیه که من چقدر خوشبختم که شما دوستان رو دارم و همیشه جوی احوالم هستین و خیلی برای خودم جالبه که اینقدر دقت باعث میشه که واقعا من خورسندیم چند برابر بشه که شما دقت داشتید که دست من سوخته یا نه. دستم همونطور که بهتون گفتم لکه های قرمز زده بود که الان اگه دقت کنید خیلی کم رنگ شده. اینو من دکتر رفتم و گفتش که یکی از واکنش هایی هستش که بیماری قند روی پوست انجام میده و خیلی هم نادره، یعنی روی این قضیه کمتر ما این مورد رو دیدیم و پماد بهم داد و حالا هر کدومم که دارم میزنم یه شب اینو بزن یه شب اونو بزن، خلاصه خیلی خیلی تغییر کرد و خیلی من راضی بودم از این دارویی که آقای دکتر دادن. شما عزیزان هم خیلی برام زحمت کشیده بودیم. خیلی از دوستامون ندا از ویرجینیا عکس دستم رو و فیلمش رو برد ویرجینیا نشونه دکتر داد، پماد برام نوشتم، من پماد اینجا رفتم گرفتم ولی فایده ای نداشت. اینجا هم دو دفعه دکتر رفتم اثری نداشت ولی این دکتر دیگه تونست تشخیص بده که برای بیماری قندی هست و این پماد خیلی تاثیرگذار بود. خودم خیلی قصه میخوردم روی دستم لک شده بود. میخواستم بگم که خیلی دوستتون دارم. آدم جون رو با دنده درشتش من رنده میکنم و میریزمش داخل آب نمک سیاه نشه. حالا میرم سراغ پیازمون که با دنده متوسط میخوام رندش کنم و خیلی از این کار بدم میاد.
خواهد من بنده خانم. نه مرسی. حالا هوای آزاده چشم رو خیلی نمیسوزیم، ولی همطور که خاصیت هم داره، ولی خب خیلی اذیت میکنه. میخواد مستقیم بذارید این تو؟ نه دیگه، چون میخوام آبشو بگیرم. پیازی هم که رنده کردیم باید آبشو بگیریم. به این فاصله من گله قشنگه نشون بدم دوستان. شاعرانه کرده که من نمیدونم آقا ما تو این هوای شاعرانه خطبه درست کردنمون چیه. میخوای شعر بگی اصلا؟ آقا پیاز رو همین تخت اضافه شو گرفتم و میریزم داخل کاسه. خب گوش رو هم من به پیازمون اضافه میکنم. اینجا آرد نون رو دارم که یه قاشق غذا خوریه. دوستان من نون باگت رو اگر که پودر سوخاری نداشته باشم، این یه دونه تخم مرغ هم بشکنم، پودر سوخاری که نداشته باشم یا نون باگت که برام میمونه اونو قبل از اینکه به اصطلاح خیلی بخواد مونده بشه، میدونم خورده نمیشه، اونو خوردش میکنم، خشکش میکنم و میریزم تو دستگاه پودر میکنم. اون تا بعد از که پودرش کردم یه تفتی بهش میدم که یه حالت تفت داده بشه و اون مغز داخل چیز از اون حالت خامی در بیاد و خیلی خوش عطر میشه برای استفاده. اینم گفتم که بدونید. خب حالا میریم سراغ ادویه هامون. اوه بادم میاد، ادویه ها باد میبره. خب اینم از حالا یه مقدار همش میزنم. بعد میریم سراغ بادمجونا که بادمجونا رو هم آب کش کنیم و آبشو بگیریم و بیاریم بریزیم داخل گوشتمون بعد ورز بدیم. خب بادمجونا رو میریزیم داخل آب کش تا آبش کشیده بشه. خب قشنگ روش هم آب میگیرم. خب اینجا قشنگ من تو همین آبکش بادمجونامو میچلونم و آبشونو میگیرم که بریزم داخل گوشت. حالا بادمجون رو به گوشت اضافه میکنیم. کاملا من آبش رو کشیدم. یه کمی هم نمک میزنم و الان دیگه با دستکش قشنگ ورزش میدم. دوستان بادمجون باید وقتی که آبگیری میشه اندازه گوشتمون باشه، ولی برای من بادمجونم یکم کمتر شد. شما اگر که بخواید مقدارشو بدهید، مثلا اگر 300 گرم گوشته باید آب گرفته بادمجونمونم 300 گرم باشه. معلوم بادمجون خودش 300 گرم بود، اینو جهت اطلاعتون میگم. بعد که آبشو گرفتم وزن کردم تقریبا 150 گرم بود، یعنی نصف شده بود. عرض دادن اون تموم شد. حالا قشنگ روشم میپوشونم، نیم ساعت میذارم که مواد به خورده هم بره. به اندازه یه دونه نارنگی من برداشتم. من چه قشنگ اصلا نه آب انداخته نه چیزی. دوستان یه نکته هم میخواستم اینجا بهتون بگم که شما علاوه بر بادمجونی که رنده میکنید حتی میتونید سیب زمینی هم اضافه بکنید، ولی خب چون کتلت بادمجونه اگه مقدار بادمجونش رو بیشتر بکنید خیلی طعم خوشمزه تری داره. بعد از سبزیجات خشک هم یا جعفری تازه هم برای داخل گوشتتون میتونید استفاده کنید.
من دوست دارم اصولا کتلت رو داغ و داغ تست کنم، به خاطر همین این ناخنک زدن کتلت رو خیلی دوست دارم. نه از کتلت خوشگل ما خیلی هم پخته با هم بخوریم. حالا دیدین آقایون معمولا اهل ناخنک زدن هم؟ آقایون دستشون بنده. آقای عدید خواسته که یعنی دارم کتلت سرخ میکنم. آره بعد ولی من کتلت رو دوست دارم که ناخنک بزنم. خب دیگه تست آخر نداریم ما همیشه. یعنی به حسابم نوشته شد خیلی خوشمزه است. ولی داغه. ولی هنوز جا داشت که بازم بادمجومش اضافه بشه. من مایتابه رو دیدم که روغنش یکم سوخته، دیگه روغنش عوض کردم و این گذار خوشکل رو یک هفته کچولو میدم. منطقه ها من دوست دارم که گذار حتما فلفل سیاه روش بشه، به خاطر همین یک کچولو فلفل سیاه هم میخواستم روش. خب عزیزان این هم از کتلت بادمجون ما تقدیم به نگاه مهربون شما. امیدوارم که این ویدیو هم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. ممنونم از نگاه مهربونتون. به خدای بزرگ میسپارمتون تا برنامه بعد. خدا نگهدار.